سلام بر شما، به خبر 8 صبح خوش آمدید. خشونت پلیس آمریکا علیه حامیان فلسطین و معترضان به حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا. معترضان پرچم فلسطین را بالا بردند و آدمک نتانیاهو را آتش زدند. پنج روز گرم پیش روی کشور، وزیر نیرو از مردم خواست با مصرف بهینه برق در مدیریت انرژی همکاری کنند. امروز در پایتخت اداره ها ساعت 11 تعطیل می شوند. و طراحی نرم افزاری برای پایش مصرف برق با استفاده از هوش مصنوعی. نرم افزار امکان پیش بینی مصرف برق و برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب را فراهم می کند. ما تونستیم با در حقیقت تحلیل این داده های ثبت شده گذشته بتونیم رفتار آینده رو پیش بینی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجه. صبح و روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. تظاهرات در واشنگتن در اعتراض به حضور و سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا با سرکوب شدید پلیس آمریکا مواجه شد. پلیس با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل به معترضان حمله و تعدادی از آنها را دستگیر کرد. معترضان و حامیان فلسطین پرچم این کشور را برافراشتند و آدمک نتانیاهو را آتش زدند. آنها خواستار دستگیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدند. مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو هم قبل از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا نزدیک ساختمان سفارت آمریکا در تل‌آویو تجمع کردند. اما انتقاد از لفاظی‌های نتانیاهو در کنگره آمریکا ادامه دارد. عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت سخنرانی نتانیاهو جنایتکار جلسه دروغ و تحقیر از هان جهانیان بود. سامی ابوزهری رهبر جنبش حماس هم گفت این سخنرانی نشان داد نتانیاهو نمی‌خواهد به توافق آتش بس دست یابد. سخنان او پر از دروغ بود و نتوانست بر شکست خود در مقابله با مقاومت و ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی سرپوش بگذارد. ابوزهری افزود ائتلاف هر طرفی با نتانیاهو خیانت به خون شهداست. مصطفی برقوسی دبیر کل ابتکار ملی فلسطین هم گفت آنچه رخ داد جلسه شرمساری کنگره آمریکا برای جنایتکار جنگی نتانیاهو است که مرتکب جنایات نسل کشی، پاکسازی قومی، مجازات دست جمعی و گرسنگی می شود و یفزود تمدنی که نتانیاهو ادعا می کند تمدن نیست بلکه انحطاط است. او 48,000 فلسطینی را در غزه کشت و 2,000,000 فلسطینی را پس از تخلیه و تخریب خانه هایشان تبعید کرد. یائیر لاپید رهبر مخالفان نتانیاهو هم گفت شرم‌آور است که نتانیاهو یک ساعت کامل صحبت کرد بدون اینکه از آتش بس و بازگرداندن اسرای فلسطینی بگوید. نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا گفت سخنرانی نتانیاهو بدترین سخنرانی یک فرد خارجی در کنگره بود. برنی سندرز سناتور مستقل آمریکایی گفت نتانیاهو نه تنها یک جنایتکار جنگی بلکه یک دروغگو نیز هست. سندرز گفت دولت نتانیاهو از کمک رسانی به غزه جلوگیری می‌کند. دالیا رامیرز عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت نتانیاهو جنایتکار جنگی است و ایالات متحده نباید حتی یک دلار به نتانیاهو کمک مالی کند زیرا او به دنبال جنگ منطقه است.
به نوشته پایگاه اکسیوس، نیمی از دموکرات‌های کنگره آمریکا سخنرانی نتانیاهو را تحریم کردند. تنها حدود 100 دموکرات در مجلس نمایندگان و 28 دموکرات در مجلس سنا در این جلسه حضور یافتند. در هنگام سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی رشید طالب، نماینده کنگره آمریکا تابلویی به دست گرفته بود که روی آن نوشته شده بود گناهکار به دلیل نسل کشی. کاملا هریس، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، از ترس از دست دادن آرا در رقابت با ترامپ حاضر نشد در جلسه سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا حضور یابد. اعتراض‌ها در جامعه آمریکا به حضور نتانیاهو در این کشور ادامه دارد و معترضان همچنان در اطراف محل اقامت او در واشنگتن تجمع کردند. ما اینجا در واشنگتن در مخالفت با حضور یک جنایتکار بزرگ جنگی تجمع کرده ایم. نتانیاهو به خاطر قتل عام‌ها و جنایات گسترده‌اش جایش در زندان است، نه در کنگره کشور ما. واقعاً خجالت‌آوره. همزمان رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که بعد از تجمع حدود 400 یهودی آمریکایی در داخل ساختمان کنگره این کشور و در اعتراض به میزبانی از نتانیاهو، همه 400 یهودی تجمع کننده از جمله 12 خاخام دستگیر شدند. در این شرایط کامالا هریس، نامزد جایگزین جو بایدن از طرف حزب دموکرات آمریکا، حضور در سخنرانی نتانیاهو را تحریم کرده است. اقدامی که البته از نظر محافل رسانه‌ای آمریکا به خاطر افزایش تعداد مخالفان جنایات رژیم صهیونیستی در جامعه آمریکا و ناشی از نگرانی کامالا هریس برای از دست دادن آرای آنان است. آیا با خودداری هریس از حضور در سخنرانی نتانیاهو تغییر معناداری در سیاست خارجی آمریکا در صورت پیروزیش در انتخابات ایجاد خواهد شد؟ پاسخ من این است که نه، اصلا اینطور نیست و ما خوشبین نیستیم، چون وقتی همچنان مردم غیر نظامی در غزه کشته میشن یا از گرسنگی میمیرند، یعنی این کارها فقط ظاهرسازی و تبلیغات انتخاباتیه. همزمان برنی سندرز، عضو مجلس سنای آمریکا، دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره این کشور را مایه شرمساری دانست. نتانیاهو در دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایت جنگی محکوم شده و دادگاه می‌تواند به زودی حکم دستگیری او را صادر کند. استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح ضد غیر نظامیان و حملات عمدی به غیر نظامیان از جرایم اوست. با این دعوت دیگر پس از این امریکا حق ندارد از هیچ کشوری در دنیا درباره کرامت انسانی یا حقوق بشر ایرادی بگیرد. در یک نظرسنجی جدید در آمریکا مشخص شده که اکثر مردم این کشور، یعنی حدود 52% اونها، با ادامه کمک‌های همه جانبه دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی، به ویژه با ارسال کمک‌های تسلیحاتی به این رژیم مخالفند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. توسعه به قیمت له شدن قشرهای ضعیف قابل قبول نیست. رئیس جمهور منتخب در جمع منتخبان شورای عالی استانها گفت در تصمیم گیری های سخت نباید اجازه دهیم افراد محروم و ضعیف زیر دست و پای توسعه له شوند. من به عنوان یک مسئول یا کسی که الان مسئولیت کشور رو باید به عهده بگیرم، نمیتونم بپذیرم تصمیم من باعث له شدن یه عده آدما زیر دست و پای اون توسعه باشه که میگیم توسعه میخوایم بدیم. آدمها رو باید دید، نه فقط رشد اقتصادی. من نمیتونم رشد اقتصادی رو به هر قیمتی جلو ببرم. باید اجازه ندم انسانها و کسانی که تو این مملکت زندگی میکنن مشکل پیدا بکنن. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه خدمتگزار مردم خواهد بود گفت بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی تلاش می‌کنیم تا کشور را به جایگاه نخست منطقه برسانیم. رئیس جمهور منتخب گفت برای موفقیت نیازمند وحدت، همدلی و رفتن به سمت رفع نیازهای مردم هستیم. آقای پزشکیان همچنین در پاسخ به درخواست منتخبان شورای عالی استان‌ها برای شرکت رئیس این شورا در هیئت دولت قول مساعد داد. آقای ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، با رئیس جمهور منتخب دیدار و گفتگو کرده. در ادامه دیدارهای رئیس جمهور منتخب،
رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آقای پزشکیان دیدار کردند. همچنین جمعی از روحانیون و علما در دیدار با رئیس جمهور منتخب دیدگاه‌های خود را درباره مهمترین برنامه‌های دولت 14 بیان کردند. پنج روز گرم پیش روی کشور. وزیر نیرو با اشاره به استقرار سامانه بسیار گرم در کشور از مردم خواست با مصرف بهینه برق در مدیریت انرژی همکاری کنند. در بخش اداری و به اصطلاح تجاری و به ویژه صنایع اون برنامه های مدیریت مصرف رو دقیق باید رعایت کنند. در بخش خانگی ببینید اگر دست به دست همدیگه بدیم و با تدبیر و با برنامه در واقع همراهی بکنیم، میتونیم این قله حرارتی رو در واقع پشت سر بذاریم. بالاخره ما جلومون یه قله هست که حدودا 5 این شرایط رو باید تحمل بکنیم و به اصطلاح بتونیم مدیریت مصرف کنیم. ما خواهشمون و درخواستمون اینه که ما رو در مدیریت برق یاری بدن، خدمتگزاران صنعت برق رو مردم یاری بدن، مصارفشون رو شدیداً کاهش بدن، مصارف مازاد رو به بعد موکول بکنن، هر مقدار صرفه‌جویی که میتونن بکنن. در این 5 نگن این چه تأثیری داره، یه لامپ میتونن خاموش کنن، کولرها رو دور کند بذارن. مدیر عامل شرکت توانیر هم از رسیدن تقاضای مصرف برق به عدد 78106 مگاوات در تاریخ صنعت برق کشور خبر داد. بر اساس اعلام دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌ها، تمامی واحدهای ستادی و شعب بانک‌ها امروز تعطیل است. در پایتخت هم پایان کار اداره‌ها ساعت 11 اعلام شده. همزمان با گرم شدن هوا، سازمان مبارزه با تغییرات اقلیمی در اروپا هم یک شنبه گذشته را گرمترین روز تاریخ جهان ثبت کرد و اعلام کرد میانگین دمای جهانی هوا در این روز 1 گرمتر از دمای روز مشابه در سال گذشته میلادی بوده است. گرمای هوا در ایتالیا جان 4 را گرفت و در آمریکا موجب وقوع بیش از 60 آتش سوزی جنگلی در غرب این کشور شد. در واشنگتن هم برای 18 روز متوالی دمای هوای بسیار گرم در مونتانا حد نصاب جدید گرما ثبت شده. اما ما هم از شما هموطنان عزیز درخواست میکنیم دست کم با خاموش کردن 1 یا 2 لامپ اضافی به مدیریت مصرف برق کشورمون کمک بکنید. خب حالا میخوام بریم بررسی بکنیم وضعیت جوی کشور رو با حضور کارشناس سازمان هواشناسی، با این مقدمه که بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی امروز و فردا سواحل دریای خزر بارانی است. ضمن اینکه در شمال غرب کاهش نسبی و موقتی دما رو خواهیم داشت. همراه میشیم با آقای اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای اصغری، خدمت شما سلام عرض میکنم. از دمای هوا برای ما بگید با توجه به اینکه چند روز گرم رو پیش رو خواهیم داشت و در مجموع وضعیت کشور به چه صورتی خواهد بود؟ سلام بر شما خانم میرسانه. ببینید، همونطور که شما هم تو پلاتوی خیلی خوبتون اشاره فرمودید، ما روند افزایش دما رو در اکثر جا داریم. آنچه که الان فلبدای به ذهن من رسید از این بابت که از شما خواهش کنم علاوه بر مدیریت در مصرف برق، حواستون باشه به این زباله‌های براق که اینا رو تو طبیعت پرتاب نکنین، هر آن با توجه به اشعه نور خورشید که اینا در مقابل اشعه مثل عدسی مؤدب عمل میکنن، هر آن احتمال آتش‌سوزی تو جنگلا هست، حتما مراد خواهید کرد. اما اگر جلوی نقشه وایستادین برای امروز و فردا دنبال یه جای خونک میگردین، پیشنهاد ما سواحل دریای خزر هست و شمال غرب کشور که از امروز بارش آغاز شده. وقتی تو سواحل بارندگی ما داریم با یه کمی تأخیر، با 12 این بارش، این خونکی هواش، حالا نمیدونم از اصطلاح خونکی میشه استفاده که از کاست شدن از گرمای هواش در تهران، در البرز با 12 تا 18 تأخیر حس خواهد شد. از طریق منجیل و کوین شهریار به تهران میرسه و از راه کانال جاده چالوس به کرج خواهد رسید. ما یه مکسی داریم، حداقلش اینه که در نوار شمالی کشور
با افزایش دما روبرو نیستیم تا 24 ساعت آینده، ولی در دو روز ابتدایی هفته آینده فوق‌العاده هوا گرم میشه و بیشترین بیهنجاری رو نسبت به شرایط بلند مدت در دو سه روز آتی، در 4-5 روز آینده در نیمه شرقی کشور خواهیم داشت. اگر کسایی هستن از یزد، از سیستان و بلوچستان، از اصفهان، از خراسان جنوبی، خراسان رضوی ما رو میبینن، خیلی حواس جمع باشن تو فضای باز تا میتونن حاضر نشن، احتمال سرمازدگی خیلی زیاده. بارش ها هم از این جهت که شدت بارش ها به شکل نقطه ای و محلی در بخش های شمالی آذربایجان غربی، جایی مثل مثلا ماکو، جایی مثل چالدران، پلش، خوی، سلماس، از این جهت که بارش ها میتونه سیلاسا باشه نگران باید بود. خواهش میکنیم از اشاعت از صعود به ارتفاع در ساعت بعد از ظهر چشم‌پوشی کنن. اگه کسایی هستن تو منطقه ارسپاران آذربایجان شرقی ما رو میبینن با خبر باشن. بارندگی ها، رگبارها بسیار قابل توجه در بعد از ظهر و سر شب. در مناطق مرکز و جنوب اردبیل هم هشدار میدیم، هشدار صادر کردیم. در ارتفاعات البرز، ارتفاعات تهران، سمنان، البرز، قزوین، زنجان، همینطور اگه محصول کشاورزی رو تو فضای باز دپو کردین سریع جمع‌آوری کنین که به بعد از ظهر کشیده نشه. ضمن اینکه به شکل پراکنده در شمال شرق کشور منتظر وقوع بارش هستیم. در جنوب شرق بارش‌های موسمی همچنان برقرار هستند. در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب استان کرمان هم همینطور. جنوب شرق استان فارس هم نگاه میکردم شرایط مساعده، یعنی احتمال وقوع بارندگی تو مناطق هم هستش. خواهش میکنیم، تمنا میکنیم، تقاضا میکنیم اگه به سواحل دریای خزر رفتین، حتی تو مناطقی که سالمسازی صورت گرفته، مطلقا از شنا در دریای خزر چشم‌پوشی کنید. ارتفاع موج قابل توجه هستش. بعد از جهت گرد و غبار هم در بخش‌های مرکزی علاوه بر بادهای 120 روزه که در شرق کشور حاکم هستند، در بخش‌های مرکزی قم، اصفهان، استان مرکزی، تهران، یزد، به هر حال کاهش کیفیت هوا رو به همراه داره. اگه ضرورت تو کارتون نیست، تو فضای باز اینجا هم نباشین. اگر ضرورت هست حتما از ماسک استفاده کنید. علاوه این که در جنوب کشورم آب‌های خلیج فارس هم مواجه، برای این خطه از کشور سواحل بوشهر، خوزستان و هرمزگان هم ما هشدار صادر کردیم. خانم میسانه، خیلی ممنونم از شما آقای اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی، از توضیحات جامع و کامل شما بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر. دانش بنیانی ها موفق شدند با بهره گیری از هوش مصنوعی نرم افزاری برای پایش مصرف برق طراحی کنند. این نرم افزار با استفاده از داده های مختلف آب و هوایی و منطقه‌ای امکان پیش بینی مصرف برق و برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب را فراهم می‌کند. با گرم شدن هوا مصرف انرژی برق هم افزایش پیدا می کند و همین هم گاهی اوقات موجب می شود تا شاهد قطعی برق در برخی از مناطق باشیم. پیشبینی و توزیع عادلانه برق بر حسب نیاز موجب ارتقای شبکه توزیع انرژی می شود و همین هم موجب شده تا نرم افزاری برای داده کاوی و تحلیل داده های ثبت شده توسط فناوران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و اجرا شود. یک نرم افزاری بود، ما رو پایگاه داده های حوادث شبکه، یعنی قطع برق که شامل علل، زمان و اطلاعات دیگری بود، دسترسی به ما داده شد و ما تونستیم با در حقیقت تحلیل این داده های ثبت شده گذشته بتونیم رفتار آینده رو پیش بینی کنیم. نرم افزار طراحی شده با بهره گیری از هوش مصنوعی وضعیت و کنترل برق مناطق را تا یک سال آینده پیش بینی می کند. با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سامانه اتفاقات یا حوادث، به کمک هوش مصنوعی میاد سه پارامتر حائز اهمیت در بهره برداری شبکه توزیع رو پیش بینی میکنه. این پارامتر شامل تعداد خاموشی، زمان خاموشی و انرژی توزیع نشده هستند. از طریق این نرم افزار تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به برق در مدت زمان کوتاهی پیش بینی می شود. این دستورالعمل هدفش این هست که به صورت گام به گام
به شرکت‌های توزیع بگه چطور میتونن در حوزه‌های مختلف و با اهداف مختلف مجموعه داده‌هایی که در اختیار دارند رو مورد بررسی قرار بدن، تحلیل بکنن و ازشون خروجی بگیرن. افزایش رضایت مشتریان برای توزیع مناسب انرژی برق هم یکی از اهداف توسعه این نرم افزار محسوب می‌شود. در بخشی از پروژه ما اومدیم به کمک در واقع تعداد خرابی‌های پیش‌بینی شده برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع رو بهینه کردیم که این کار باعث کاهش تعداد خرابی و مدت زمان خرابی مشترکین که به تبع موجب رضایتمندی مشترکین میشه. به گفته مسئولان نرم افزار ارتقا و پیشبینی پایای شبکه برق با ابزار هوش مصنوعی در شرکت برق توانیر اجرایی شده است. محبوبه دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. در پی اقدام پلیس آلمان در بستن شماری از مراکز اسلامی، سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه با محکوم کردن این اقدام خصمانه و مغایر با حقوق بشر، اعتراض شدید کشورمان را به سفیر آلمان ابلاغ کرد. این مقام وزارت امور خارجه تصریح کرد آنچه امروز در آلمان اتفاق افتاد مصداق بارز اسلام ستیزی و دیگر روی آن دیکتاتوری و ترویج خشونت است. وی گفت برخی جریان‌های حامی تروریست‌های نشاندار با طرح اتهامات بی‌پایه در پی دامن زدن به تنش‌های دینی هستند که مسلمانان آلمان و آزاداندیشان جهان با هوشیاری این طراحی را محکوم به شکست خواهند کرد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین به دولت آلمان درباره پیامدهای این گونه اقدامات مخرب هشدار داد. سفیر آلمان هم گفت مراتب را به مقام‌های کشورش فوری منعکس می‌کند. رفتار خشونت‌بار پلیس انگلیس در با دو جوان رنگین پوست مسلمان در فضای مجازی بازتاب یافت. تصاویر منتشر شده از فرودگاه منچستر نشان می‌دهد پلیس با پوتین به صورت و سر دو جوان ضربات متعددی وارد می‌کند. طبق تصاویر کوتاهی که در فضای مجازی منتشر شده، پلیس انگلیس با وجود التماس‌های مادر این دو جوان به رفتار خشونت‌آمیز خود ادامه می‌دهد. برخی رسانه‌های انگلیس از جمله سان و ایندیپندنت هم این رفتار پلیس انگلیس را بازتاب دادند. توسعه همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه. با حضور سفیر ایران در ترکیه در استان‌های مرزی ارزروم و آغری، مهمترین راهکارهای توسعه همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه و مشکلات پایانه‌های بین المللی مرز مشترک دو کشور بررسی شد. تلاش برای توسعه همکاری‌های استانی و منطقه‌ای ایران و ترکیه با سفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه به استان‌های مرزی ترکیه با کشورمان. دکتر محمد حسن حبیب‌الله‌زاده با هدف تداوم و توسعه همکاری‌های دو کشور در استان‌های ارزروم و آغری حضور یافت و مهمترین مسائل اقتصادی، علمی، فرهنگی، گردشگری و اهم مشکلات مرز بین‌المللی بازرگان و گربولاق را بررسی کرد. همه تلاش به اینه که این گذرگاه با من یکی از مهمترین گذرگاه‌های ترددی ما با ترکیه یک شرایط صحیح و آرامی برای به حال هم تو بخش مسافری و هم بخش تجاریش رقم بخوره و این مشکلات شناسایی بشه و با کمک مرزبانان دو سوی مرز و مقامات گمرکی در دو سوی مرز این مسائل انشاءالله حل و فصل بشه. سفیر جمهوری اسلامی ایران در این سفر با سرکنسول ایران در ارزروم و مقامات ترکیه ی دو استان ارزروم و آغری و مقامات استانی مرز بین‌المللی بازرگان ایران و گربولاق ترکیه دیدار و گفتگو کرد. حال امیدواریم که این سفر و نتایجی که به دست اومد اینا مورد تحلیل قرار میگیره و با دستگاه زیرک ما صحبت میکنیم، مکاتبه میکنیم و انشاءالله بتونیم که شاهد توسعه تجارت مرزی بین این دو تا استان و نیز تسهیل در ترددهای
مسافری و تجاری در پایانی بازرگان گرگراب باشیم. سفیر کشورمان در ترکیه و هیئت همراه همچنین در اردوی آمادگی تیم سپاهان در ارزروم حضور یافت و با اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. رئیس گروه برنامه‌ریزی مرکزی ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش از افزایش نمرات 9 درس دانش آموزان در امتحانات نهایی خبر داد. آقای جعفری گفت پس از نهایی شدن نتایج آزمون‌های نهایی پایه 12 تمامی سوالات آزمون‌ها کیفیت سنجی شدند. بر اساس نتایج این ارزیابی و در اجرای مصوبه ستاد عالی آزمون‌ها سوالاتی از برخی دروس حذف و نمره آن بین سایر سوالات توضیح شد. هندسه 3، تاریخ 3 انسانی، تاریخ 3 علوم و معارف قرآنی، ریاضی و آمار 3، جامعه شناسی 3، فلسفه 2، علوم و فنون ادبی 3، زبان خارجی 3 و جغرافیای 3 از جمله دروسی هستند که افزایش نمره داشتند.